شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. این برنامه رادیویی به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری در ایران فعلا در ساختمان رادیو آبادان واقع در بوارده شمالی تهیه و پخش نمی شود، اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از آبادان بشنوید بدون تردید. در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات بر سر کار نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد. مردم ایران، اینجا آبادان است. این برنامه که دغدغه آن پرداختن به شهرستان و روستاهای ایران است، صدای سانسور نشده شماست که از طریق رسانه ایران وایر که دفتر مرکزی آن در لندن است، برای شما در هر کجا از این جهان سیاه و مملو از جنگ و نکبت و کثافت که باشید تهیه و مخابره می شود. و ما محمد تنگستانی هم جنگ زده همه شما به چه کف خیابون ناف کواترا. این قسمت از برنامه به کسانی تقدیم می شود که در فاجعه و جنایت سینمارکس آبادان معشوقه یا پاره تن و جگرگوشهشان را از دست دادند و بعد از 4 دهه هنوز کلافه و سردرگم و داغ دارند. این قسمت از برنامه به کسانی تقدیم می شود که یکی از پسرها یا دخترهای نوجوان به قتل رسیده در آن جنایت قرار بود همسر یا معشوقه فعلی آنها باشند، اما جمهوری اسلامی و حزب الله با ارتکاب آن جنایت مانع از این اتفاق شد. این قسمت از برنامه به مادرانی تقدیم می شود که در 4 دهه گذشته بوی سوخته جگرگوشهشان را هر روز استشمام کرده و زار زار گریه کرده اند. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع، يحسبوك ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما خانم ها و آقایون نیکبخت، افسرده، بی پول و بی حقوق شهروندی، خانم ها و آقایونی که در دهه های گذشته فاز حاج زنبور اثر رو داشتید و گمان می کردید آزادی مادر شماست و هرگز به آن نخواهید رسید، هوا در شبه جزیره آبادان تا 7 روز آینده
بین 50 تا 52 درجه سانتیگراد است و همچنان به خواست حکومت یعنی جمهوری اسلامی ایران و بیخیاری ملتی که شما باشید از آسمان ایران تناب دارا ویزان است و خبرهای بد و مضحک و غم‌انگیز تیتر رسانه ها. دوشنبه 28 مرداد تولد 18 سالگی محسن محمدپور بود، نوجوان کارگر و معترضی که در 25 آبان ماه 1398 بر اثر ضربه ضربه گلوله نبوده، این یکی رو استثنا با ضرب و شتم ماموران امنیتی خرمشهر کشتن که این جوون اول به کما میره بعد جون خودش رو از دست میده. به گفته پزشکان این نوجوان خونش از خون جورج فلوید که توسط پلیس امریکا کشته شده و ملت سلحشور ایران در اعتراض به کشته شدنش سینه هاشون رو جر و واجر کردن رقیق‌تر بوده، خون جورج فلوید قرمزتر بوده، واسه همین ملت زدن تو سر و سینه خودشون. اما واسه محسن که هنوز 18 سالش نشده بود به روی خودشونم نیاوردند. ملت فهیم و بی آرزوی آزادی، نیروهای امنیتی و قضایی سه‌شنبه که سال روز جنایت جمهوری اسلامی در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بوده، به مردم اجازه تجمع ندادند. به گفته شهروند خبرنگار ما در آبادان به ازای هر سه نفر 6 تا لباس شخصی بوده، به طوری که ابو در پیامی صوتی که واسم گذاشته بوده با لهجه همیشگیش گفته که یعنی اینجا مأمور بازاره، نمیدونم اینا اومدن یاد بود برگزار کنن که این همه زیادن یا ما، مثل مور و ملخ ریختن تو شهر، پس می میخواستیم انقلاب کنیم، پس چشونه اینا؟ خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گفتگو با یه قاچاقچی خاک از این قاچاقچی محترم یه سری سوالات کرده و این قاچاقچی محترم به این رسانه دولتی و سانسور شده گفته که هر 10 کیلو خاک جنگل‌های شمال ایران رو 40,000 تومان میفروشه. قاچاقچی محترم، اگر قیمت خاکی که تو سر جمهوری اسلامی باید بخوره رو داری یا اینکه از اون خاک تو انبارت داری، این استایرام یا توییتر بهم دایرکت بده، به مقدار قابل توجهی از اون خاک میخوام ازت بخرم که هر هفته از طریق همین برنامه تو سر جمهوری اسلامی بکوبم. جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته کاری کرده که هر کدوم از ما یه سینما رکس با کلی آدم سوخته تو دلمون داشته باشیم. ماموران شهرداری بجنورد هفته گذشته با 600 زباله‌گرد با 600 زباله‌گرد برخورد کردند و زباله‌های اونا رو توقیف کردند. محمد مهدی خاکشور شهردار این شهر در گفتگو با رسانه‌های دولتی و سانسور شده ایران علاوه بر اعلام این خبر گفته که با اجرایی شدن این طرح تقریبا بساط زباله‌گردی در بجنورد
برچیده شده و آنها یعنی زباله گردها دیگه انگیزه‌ای برای جمع آوری زباله ندارند. محمد مهدی خاکشور، یه سوال ازت دارم، این افراد یعنی زباله گردها از گرسنگی و فقر و بیچارگیه که این کارو میکنن؟ حالا که شغل و نون شبشون ازشون گرفتید که همون زباله ها باشه، آیا بهشون شغل یا نون شبی دادید؟ آیا این زباله گردهای بینوا از الان به بعد همونطور که انگیزه‌ای واسه جمع کردن زباله ندارند، انگیزه‌ای برای زندگی کردن هم ندارن یا انگیزه دارن؟ آیا بهشون انگیزه بخشیدید یا نه؟ ازشون سوال کردید که نون شب دارن بخورن یا نه؟ جمهوری اسلامی، گفت و خشتکت که ملت رو اونقدر بیچاره و فقیر کردی که در بجنوردی که 210,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، بنا به آمار دست و پا شکسته محمد مهدی 600 زباله‌گرد وجود داره. تفو بر تو ای جمهوری اسلامی، تفو. مردم شبه جزیره آبادان و ایران در استان سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، من هنوز کرونام خوب نشده نفسم میگیره، مردم شبه جزیره آبادان و ایران در استان سیستان و بلوچستان اغلب روستاها آب ندارند که در حکومت عدل علی یعنی جمهوری اسلامی اتفاقی عادی است. تو هفته گذشته تو یکی از این روستاها یه تمساح گاندو دست یه پسر بچه رو که رفته بوده از رودخونه آب برداره میکنه. گاندوه دیده که بچه هر روز داره میاد آب ببره، بعد به خودش گفته خب اگه این هر روز بخوا بیا آب ببره، خب تا چند وقتی دیگه آبی نیست که ما بخوام توش باشم و زندگی کنم، پس دستش ازش میگیرم تا دیگه دستی نداشته باشه که بخواد بیاد آب ببره و درس عبرتی برای مابقی اهالی روستا بشه. و اما چند روز بعد دختر بچه دیگر به نام زینب میره از همون رودخونه آب بیاره. این بار دیگه گاندوه نبوده، گاندوه خوابیده بوده. خود رودخونهه اون دختر بچه رو میگیره و جسدش رو کنار دل خودش رها میکنه. جمهوری اسلامی، تو این وضعیت کرونا و مرگ و میر میخوای برای حسن و حسین و زینب که به قول خودت هتو 1400 سال پیش تشنه بودن سینه بزنی، بعد واسه حسن و حسین و زینب های زنده و تشنه ایران امروز هیچ کاری که نمی کنی؟ هیچ، اصلا نمی بینیشون؟ جمهوری اسلامی، تفت و خشتکت. به باور من تا زمانی که این بچه ها و این مردم در اغلب شهرهای ایران و روستاهای ایران از ابتدایی ترین مایه حیات یعنی آب محروم هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. ملت تو ناقوس ما یعنی مردم این مقاومت و دادخواهی است که حق رو از ظالم میگیره، نه فریاد و بیخیالی. بدترین شبی بود که در آبادان در اون شب برای آبادان رخ داد و بهترین دوستامون و همشهریامون در اون شب سوختن مفت و مفت. من با عموم با دوتا از دوستام که بهترین دوستامون هستن تو شهر برای خودمون داشتیم قدم میزدیم، بعد یکی از دوستامون به نام آقای کاظم عسکری قرار بود با هم بریم سینما. حالا طور شد ما نرفتیم اون شب با هم، ما همیشه با هم بودیم، هر همش با هم بودیم. دیدیم کاظم اومده بود، گفتیم آقا کاظم پس چی شده، چه حالت خوب نیست اینا؟ گفت با آقا هم حرفم شد،
بعد رفتم کافه آلونک، یه دوتا آبجو زدم، یه خورده سرم گرم، میخوام برم سینما. بیا با هم بریم سینما. گفتم کازم ما سینما نمیرم، اصلا فیلم فارسی زیاد علاقه به فیلم های فارسی ندارم، ولی خب فیلم بهروزت، من از بهروز خوشم میاد. خلاصه خیلی اصرار کرد، ما هم نرفتیم اون شب، نرفتیم و اینا رفتن. و ما بعد از که رفتیم خونه، دیدیم یه صدای آتش نشانی و دود تا سراسر آبادان گرفت. اومدیم بیرون، پرسیدم چی شده، گفتن سینما سوخت. سوار ماشین شدیم اومدیم سینما رکس، دیدیم همه جاهای بسته بودن و دیگه درهای بسته بودن و کسی نمیتونست بره داخل. حتی یه نفر حاضر شد که بره در باز کنه، با بلیزرش زنجیر ببنده در بکنه، به نام آقای هوشنگ کوهستانی. آقای هوشنگ کوهستانی با میگو که بنگاداش اونجا کار میکرد و بلیزر زیر پاش بود، ولی متاسفانه اجازه ندادن کسی بره داخل. تا دیگه صبح دوباره سینمای باز کردن، رفتیم. وقتی دیدیم اجساد کشیدن بیرون، عجیبه، اصلا اینا تکون نخورده بودن. تمام افرادی که اونجا سوخته بودن، خب معمولا وقتی یه سینمایی میسوزه، و هم سینما رکس که دراش به قول خودمون آبادانه میگوتیم دراش وسترنیه، از دو طرف باز میشد، دری نیست که گاز ول کرده بودن، همه رو صندلی ها میخکوب شده بودن و همه درجا سوخته بودن. من اون صحنه ها به یادم هنوز که هنوزه از مغزم خارج نمیشه. بدترین شبی که تو آبادان من تونستم ببینم با آتش کشیدن سینما رکس. هفته گذشته مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل زندانی، در زندان اوین برای چند ساعت بازداشت و بعد با قید کفالت آزاد شد. کودک بودم و هر وقت بزرگترها به نارضایتی از جمهوری اسلامی و عدم آزادی اجتماعی و سیاسی میخواستن اشاره کنند، انگشت یا نگاهشون رو به سمت نوجوانهای جمع میگرفتند و میگفتند از ما که گذشت، امیدواریم اینا آینده‌ای داشته باشند. نوجوان شدم، کسانی که در کودکی من نوجوان بودن دیگه واسه خودشون بزرگ شده بودن و در جمع هر وقت بحث نارضایتی میشد، اشاره به ما که نوجوان بودیم میکردن و میگفتن از ما که گذشت، امیدواریم اینا آینده‌ای داشته باشند. الان من خودم بزرگ شدم و کسانی که جای بچه های من میتونن باشن و دارن گالون گالون بازداشت میکنن، حتی همون یه نشونه بزرگ شدن یعنی گفتن این جمله از ما که گذشت، امیدوارم این بچه ها آینده‌ای داشته باشن رو جمهوری اسلامی اصلاح طلبا ازمون گرفت و مجبورم کرد در نهایت قاطعیت امروز عرض کنم خدمتتون که حتی این بچه ها هم آینده ای نمیتونن داشته باشن. جمهوری اسلامی، توف تو خشتکت که نه تنها آرزوهای ما رو ترور کردی، بلکه آینده و آیندگانمون هم بی آرزو و بی انگیزه کردی. ملت، ما حتی دیگه آرزوی آزادی رو هم نداریم. تا
توجه فردی که هم اکنون به شما معرفی می شود از سوی ما لقب دیگل وطن به آن اعطا شده است و معنی و مفهوم آن لقب حالو، چاپلوس یا خود فروخته است. در هر محلی که حضور دارید و در حال شنیدن این برنامه هستید، در دلتان یک سلام دیگل خطاب به این فرد بگویید. دیگل این هفته کسانی هستند که هنوز فکر میکنند میتوانند ما را رنگ کنند و به ما بگویند فاجعه سینما رکس آبادان کار دولت پهلوی بود. نه آقا جان، این فاجعه رو مذهبیون رقم زدن و کار خودشون بود. این برنامه قرار است نسبت به سیاست‌های اشتباه و غلط حکومت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران حرف بزند و فتفتو کند. رادیو آبادان آمده است که در ایران و آبادان فتفتو بپا کند. من به نیابت از مردم شبه جزیره آبادان و ملت ایران در دهن این دولت میزنم و از طریق همین برنامه به مسئولان شهری و مملکتی بوس میدهم. امیدوارم خودم و شما شاهد روزی باشیم که حکومتی در رأس کار است که به جای پیدا کردن مقصر به دنبال راهکار و کمک به مستضعفین جامعه باشد و این اتفاق بدون تردید تا زمانی که ما نخواهیم رخ نخواهد داد. ملت برای خواستن تنها توانستن کافی نیست، باید مطالعه و حقوق خود را مطالبه کنیم. تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تو انتظار رو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تونی که رفته چی میدونی از قصه یه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه یه بیخیالی. مردم صلح شور و همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، بامرام، زشت، زیبا، قشنگ، خانم ها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبادان و ایران، مهمان ویژه این قسمت از برنامه آدم نیست، بلکه یک فیلم مستند مهمان این برنامه است. مستند میزبانی ناجوان مردانه ساخته مازیار بهاری که رئیس ما تو ایران وایره، درباره گروگانگیری نزار زکا در ایران توسط سپاه پاسداران است. ملت، جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته هم به من و شما ظلم کرده، هم به کسانی که به عنوان مهمان به ایران دعوت کرده بوده. مردم، حکومت عدل علی یعنی جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته هم من و شما رو تحقیر کرده، هم کسانی رو که به عنوان مهمان به ایران دعوت کرده بوده. ببینید بخش هایی از این مستند رو که در ایران وایر منتشر شده. اما چیزی به جز چشم بند نمی دیدم. آدم دیوونه میشه. یه پنجره کوچیک رو در بود، بازش می کردی، غذا رو می گرفتی و یه گوشه می نشستی می خوردیش. همین.
روال کار اینطور بود که ازم بازجویی میکردن و میگفتن بیا جلوی دوربین صحبت کن. میگفتم حاضر نیستم. میگفتن اگه این کارو بکنی آزادت میکنیم. من میگفتم آزادم بکنید بعد میرم جلوی دوربین. قضیه مرغ و تخم مرغ. بعد ازم خواستن بگم بگم که جاسوس هستم، که میخواستم کسی رو بکشم. میخواستن بگم که قصد داشتم علیه حکومت عمل کنم. میگفتم من اصلا چیزی از حکومت شما نمیدونم. حکومت کیه؟ چی نیست؟ من اصلا خبر ندارم. من اومدم به این کشور که کارم انجام بدم. دنبال پیشبرد هیچ چیزی نیستم. بازجو از من خواست جلوی دوربین حرف بزنم. حاضر نشدم. و اونم منو ول کرد و رفت. اول تمام روز منو بدون غذا گذاشت و بعد یه دونه پسته گذاشت رو میز. این کار اون موقع خیلی اذیتم کرد. به من گفت اگه جواب بدی میتونی غذا بخوری، وگرنه نمیتونی بخوری. واقعا مثل سگ، اگه کار خوبی بکنی پاداش داری. یواش یواش این احساس بهت دست میده که داری دونه دونه همه چیزو از دست میدی. کاری میکنن که انسانیت رو از دست بدی. یادت میره که انسان هستی. همه چیز رو فراموش میکنی. هر کاری میکنن که تحقیرت کنن و کاری کنن که امیدت به همه چیز رو از دست بدی. دیگه هیچ چیزی نمیدونی. فکر میکنی هیچ کسی نیستی. بازجویان و شکنجهگران جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن در سال 57 به فرمولی قدرتمند از شکنجه فیزیکی و روانی دست یافتند تا با آن زندانیان را مجبور به اعتراف تلویزیونی کنند. هدف این نمایش قدرت تحقیر زندانیان در ملأ عام است تا دیگران از این سرنوشت درس بگیرند و زندانیان تا آخر عمرشان از حکومت بترسند. هر بار که بازجو از من میخواست چیزی رو امضا کنم و میگفتم نه، یه چیزی رو برمیداشت تق میزد تو سرم با یک کتاب. در ضمن تو هیچ چیز نمیبینی، یه جا نشستی. خیلی سخت میشه چون هیچ وقت نمیدونی کی ضربه میخوری، نمیدونی طرف کنارت ایستاده یا از تو دوره. نزار بعد از 18 ماه زندان انفرادی به دادگاه برده شد. قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی یکی از بدنامترین و خشنترین و در این حال بی‌سوادترین قاضی های ایران بود. هیچ تصویری از محاکمه نزار موجود نیست. اما این تصویری است از دادگاه خود من. من نفر سمت راست هستم. غمگین و افسرده. از دست کسانی که ماها مرا شکنجه فیزیکی و روانی داده بودند و آن طرف دوربین نشسته بودند، ناراحت و عصبانی بودم. سپاه منو در سال 88 دستگیر کرد. و من یکی از متهمان دادگاه نمایشی کنشگران سیاسی و روزنامه نگاران بودم. قاضی دادگاه ما هم ابوالقاسم صلواتی بود. همونطور که بازجوی من بارها تکرار کرد، قوه قضاییه در ایران بازجو محور است. صلواتی مورد اعتماد سپاه است چون بیچون و چرا به دستورات آنها گوش می کند و بنا به دستور آنها حکم می دهد. قاضی صلواتی فرومایه ترین کسیه که تو ممکنه در زندگی ببینی. وقتی به اون نگاه میکنی میگی این آدم کیه که اینجا نشسته؟ چطور ممکنه؟ یه نگاه به خودت میکنی و میگی خدایا زندگی من به جایی رسیده که مجبورم با چنین آدمی حرف بزنم. ذره هوش در این آدم نیست. حتی مذهبی هم نیست که بتونی چیزی از او در مورد مذهب یاد بگیری. اون هیچی نیست. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید. سمت سیگاری تر تمچیزک دوات رمادال و ماوقی مزخرفات نرید، یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره هیچ سرمایه‌ای به غیر از نداری و فقر ندارید. مو محمد تنگستانی جنگ زده شما مفتخرم که نویسنده و روزنامه نویسی آبادانی هستم و همشهری شما. مو و همه همکارانم در ایران وایر خوشحالیم که می توانیم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبر رسانی و برنامه سازی کنیم. تا هفته آینده جنگ زده دل تک تک شما خلاص.